یو چطور این بچه ها؟ من تاپلیزم و خیلی خوش اومدید به پارت سوم سری هارت سافای رانمون. بچه ها، از اونجایی که توی پارت قبلی ازتون پرسیدم که دوست دارید فیس کم بذارم یا نه و خیلیاتون نوشتید که فیس کم بذار، پس از این پارت قراره که فیس کم داشته باشیم. ولی بچه ها، علاوه بر این موضوع، پارت قبلی ازتون پرسیدم که دوست دارید من آف رکورد یک مقدار بازی کنم و مملکت رو بندازم جلو، که همتون بدون استثنا نوشتید که بازی کنم مملکت رو بنداز جلو و من بازی کردم و مملکت رو انداختم جلو. البته خیلی هم جلو نتونستم بندازمش، ولی حدوداً یکی دو ساعتی فکر کنم بازی کردم و توی این یکی دو ساعت بچه ها فوکس های مربوط به ارتش رو انجام دادم، ولی از این بخش فوکس ها رو جلو نبردم تا توی ویدیو با هم دیگه ببریم جلو. علاوه بر اون یه سری از ریسرچ ها رو هم انجام دادم، البته بیشتر روی اینداستری و بخش تکنولوژی اینا کار کردم. علاوه بر ریسرچ ها بچه ها، نفوذ بریتانیا و سوویت و امریکا رو در کشور به صفر رسوندم که خب این خودش دیگه خیلی چیز خفنیه. روابطمون رو هم یک مقدار با عراق و سوویت بهتر کردم و همونطور که میبینید الان رابطه ایران با این دوتا کشور خوبه، ولی رابطه سوویت با ایران چندان جالب نیست. عراق و سوریه هم که اینجا با هم درگیرن و دیگه جونم واسهتون بگه که یک سری ساخت و ساز هم در کشور داشتیم و باز هم باید ساخت و ساز داشته باشیم که من میزنم کارخونه مردمی ساخته بشه حتما، چون به شدت نیاز داریم. 4 تا کارخونه مردمی میزنم ساخته بشه، نیرو آموزش نمیدیم و از این بخش ها هم که دیگر چیزی نیاز نیست که انگول کنیم. در حال حاضر خدا رو شکر همه چیز اوکیه و سر جاشه. تایم بازی رو بچه رو باز میکنیم و میایم از بخش فوکس میزنیم فوکس نشنال فرانت ویکتوری انتخاب بشه. که چی؟ اتفاقی که افتاده بچه ها، ما این بخش رو نمیتونیم انجام بدیم. خب ما این بخش رو به هیچ عنوان نمیتونیم انجام بدیم، این بده و خدا رو شکر که نمیتونیم انجامش بدیم. میدونید چرا؟ چون این بخش میرفت میرسید به کمونیسم و تا حدودی کمونیسم رو در کشور قوی تر میکرد. برای مثال این فوکس محبوبیت مارکسیسم لنینیسم رو میبرد در جامعه بالا، که این خب خوب نیست. پس همون بهتر که ما این سمتی حرکت کردیم و این سمتی نرفتیم. ولی خب همه این فوکس ها رو از دست میدیم، این رو هم همینطور، اینا رو هم همینطور، و الان از اینجا به بعد باید حرکت کنیم. یعنی چی بچه؟ یعنی الان 3 انتخاب داریم، که 3 انتخاب هم نداریم، کلن یه دونه انتخاب داریم. توی این مرحله بچه ما فقط و فقط میتونیم این تب رو بیاییم پایین و اینطوری از اینجا بیاییم و برسیم به این ورا، که به نظر من بچه درست هم حرکت کردیم. اگه این سمت رو انتخاب میکردیم که خب یک مقدار در جامعه ظرفیت کمونیسم به وجود میومد و اون موقع این رو از دست میدادیم، ولی جدای از این یا بعد از اینجا حرکت میکردیم به سمت حزب توده و کمونیسم و این قضایا که در نهایتش هم میومد میرسید به کمونیسم، که خب این برنامه ما نبود و یه گزینه دیگه داشتیم که میتونستیم مقابل کمونیسم وایس، ولی اون هم در نهایت چیز خاصی رو عاید ما نمی کرد. علاوه بر همه اینها ما میتونستیم که به سمت دین و اسلام و اینها حرکت کنیم و این رو هم از دست دادیم. این رو هم از دست دادیم. یعنی میتونستیم شاه رو بندازیم بیرون، اعدام کنیم، مصدق رو اعدام کنیم. یعنی اگر به این سمت حرکت میکردیم میتونستیم شاه رو بند کنیم، شاه رو بکشیم، مصدق رو اعدام کنیم و همینطوری بیایم جلو و در نهایت برسیم به مرحله اسلام و دین و اینجور قضایی، که آخرش هم پادشاهی اسلامی تشکیل میشد در ایران، که خب این رو هم از دست دادیم. الان تنها بخشی که داریم این بخشه، که خیلی هم بخش جالبیه و اول قراره این فوکس رو انجام بدیم و در نهایت شاه رو دوباره قراره که برگردونیم. برو بریم آقا، برو بریم. در حال حاضر مملکت دست مصدقه، ولی با انجام اون فوکس شاه دوباره برمیگرده رأس قدرت. البته رأس قدرت هست و شاه به هر حال، ولی امورات مملکت تماما الان دست مصدقه. ولی از اون ور بچه، تا داره فوکسمون انجام میشه بیاییم بخش دیسیژن تا ببینیم چیزی اینجا هست، که خدا رو شکر هیچ موقع هیچ چیزی اینجا نیست. هیچی. اوکی؟ هیچ اینجا نیست. پس میریم بخش ریسرچ و میزنیم یک سری از ریسرچ های نظامی برامون انجام بشه تا نیروهای نظامی ما قدرتمندتر بشن. البته که هر چقدر هم قدرتمندتر بشن، باز اگه شوروی بخواد حمله کنه گفتم هیچ شانسی نداریم، ولی خب ما باید هر طوری که هست تلاش خودمون رو بکنیم. و از اون ور بچه‌ها باید توی این پارت
سرباز هم بسازیم. حالا من در نظر دارم که این سربازی که الان داریم رو پاک کنیم و از نو بسازیم، که خب اینم کار اشتباهیه تا حدودی. دقیق نمیدونم چه کاری انجام بدیم میتونه درست باشه، ولی خب اینو میدونم که از لحاظ نظامی خیلی ضعیفیم. ولی از اون برم بچه یه سری کنوای من میزنم توی کشور تولید بشه. یه سری خدا رو شکر شیپیارد داریم و این شیپیارد دارم از کجا گرفتیم؟ از بخش فوکس، از این بالا. اینا بهمون شیپیارد داد. پس میزنیم یه سری کنوای برامون ساخته بشه و یه سری هواپیمامون فوکسا بچه بهمون داده ها. حدودا 100 تا هواپیمای آمریکایی هم بهمون داده که میتونیم بیاریم روی کار، که بله. اینم از هواپیماهامون، ولی خب متاسفانه فرودگاهمون خیلی ظرفیت کمی داره. یعنی فرودگاه 150 تاییه و ما 500 تا هواپیما ریختیم توش. در حال حاضر مشکلی برامون پیش نمیاره، ولی خب در آینده باید ظرفیتش رو ببریم بالاتر. و نیروی دریایی رو هم من از الان به نظرم نیرو دریایی نداریم داداش. چیو به نظرت؟ چیو چی کار میخواستی بکنی؟ کدوم نیرو دریایی رو میخواستی الان مثلا به نظرت یه کاری بکنی؟ یه لحظه فکر کردم این فوکس ها به همون کشتی و اینا هم داده، ولی خب دیدم که نداده و از این بابت خیلی ناراحت شدم، ولی خب چاره ای هم نیست. پس با این حساب بچه میاییم و دوباره یک مقدار وضعیت مردم رو بهتر میکنیم. ما الان بچه جی دی پی یا تولید داخلی داخلیمون خیلی خوبه، یعنی میتونیم خرج کنیم، مشکلی از این بابت نداریم. پس وارفیر پالیسیمون رو بالاتر میبریم، بودجه ارتشمون رو هم همینطور، پابلیک ادوکیشن پالیسی رو هم همینطور، پابلیک سرویس رو هم همینطور، تا مردم با همون عشق کنن و ازمون راضی باشن. بچه از بخش اکونومیک اوورویو، ما حدودا 19 بیلیون از اینداستری داریم درآمد کسب میکنیم، 7 بیلیون از کشاورزی میشه گفت، 4 بیلیون از تگز، 5 بیلیون هم از سرویس. در مقابل این درآمدها 31 بیلیون هم داریم خرج میکنیم که بیشترینش خرج تحصیل میشه و بعدش خرج امنیت و پابلیک اسپندینگ و میلیتری اسپندینگ، که اوکیه به نظرم. از این بخشم که بهمون دخل و خرجمون رو باز نشون میده خبر خاصی هم اونجا نیست، تبه دیگه ای هم که نداره خدا رو شکر. فوکسمون هم که انجام شد و بدون معطلی بریم برای برگردوندن شاه، که البته شاه برگشت. نایس. بدون اینکه حتی نیاز باشه این فوکس رو انجام بدیم، شاه دوباره به رأس قدرت برگشت و مصدق رفت پی کارش. و از الان به بعد پیشرفت ما قراره که از راه برسه بچه. از الان به بعد دیگه اوضاع مملکت قراره که خوب باشه، همه چیز سر جاشه، اقتصادمون وضعیتش خوبه و از همه مهمتر استابیلیتی در جامعه رسیده به 63%. خود شاه به شخص 10% استابیلیتی به جامعه اضافه میکنه، ولی بعدش به خاطر Great Civilization Dream، یعنی رویای مردم بزرگ اگه اشتباه نکنم، 5% استابیلیتی از ما کم میکنه، ولی همین رویای شاه حالا به همون کانستراکشن سپید و ریسرچ سپید میده. خوبه، پای پای در میاد. ولی بچه تقریبا میتونم بگم که روزهای بدمون تموم شد و از الان به بعد قراره که بازی برگرده و به نظر من باید اکونومی کشور از حالت سیویلین تغییر پیدا بکنه به ارلی، تا یکم مردم بیشتر کار کنن و بیشتر زحمت بکشن و بیشتر پیشرفت کنیم، چرا که نه. ولی از این ورم بچه متاسفانه دخل و خرجمون به هم خورد. وای وای وای. اینکاممون 30 بیلیون دلار و هزینه هامون 31 بیلیون دلار. ولی از اونور 315 بیلیون دلار من بودجه دارم، که البته بودجه نیست، پس انداز دارم که توی این روزهای سخت این پول میتونه به کمک ما بیاد. ولی از اون ورم کارخونه هایی که حالا زدیم اگر ساخته بشن اوضاعمون به نسبت بهتر میشه، چون کارخونه ها هر کدوم ماهیانه یه پولی به ما میدن. ولی از اون ور هم بچه به نظر من وقتش رسیده که یک مقدار مالیات هم در جامعه افزایش پیدا بکنه. مالیات رو میذاریم روی 35% و بعدش میایم از اینجا ببینیم اوضاع تغییر میکنه یا نه، که زیاد فکر نکنم تغییر کنه، چون درآمد اصلی ما از مالیات نیست، درآمد ما از اینداستری و صنایه. پس ما باید بیشتر روی این موضوع تمرکز کنیم تا مالیات گرفتن از مردم، و حالا ممکنه همین موضوع مردم رو ناراحت کنه و مردم بیان بالا سرمون. ولی خب هیچ چیزی مشخص نیست بچه، هیچی مشخص نیست تقریبا. و این هم از روزنامه برگشت شاه، که interesting. و نشنال فوکس اپریشن ای جی ای اکس هم انجام شد و اوکی، الان میتونیم از بین اینها هم یه چی بزنیم. آره
بذار ببینم که نمتاسفانه هیچ کدوم از اینا رو نمیتونیم بزنیم و بریم برای سخنرانی شاه. وای وای وای، این فوکس دقیقاً مربوط به یکی از سخنرانی‌های شاه که بعد برگشتش میاد و احزاب رو بند میکنه و میگه حزب فقط حزب رستاخیز. الان احزاب زیادی اینجا هست، زحمتکشان، اف ام آی، حزب توده و مصدق هم که کلن حزبش برکنار شد، رفت به کارش، ولی الان سه تا حزب دیگه علاوه بر حزب خود شاه هست که فکر کنم با این سخنرانی قراره که اون احزاب رو بند بکنه. در هر صورت فرقی هم برای ما نداره. حالا من نمیدونم دقیقا قراره که بند بشه یا نه، فکر نمی کنم بند بشه، ولی قراره که از قدرت این احزاب در کشور کم بشه که خب این اتفاق هم بیفته ایبی نداره. ولی در همین بین ما باید بیایم و ریسرچ انجام بدیم. بله، ما باید حواسمون به تمام ابعاد کشورمون باشه و به نظر من بچه یه مقدارم بد نیست روابطمون رو با بریتانیا بهتر کنیم، علاوه بر اون با امریکا. البته با امریکا همیشه روابط ما خوب هست، ولی باز هم یه مقدار روابطمون رو میزنیم بهتر باشه، که البته این گزینه امپرولیشن هیچ تأثیری در بازی نداره، یه چیز علکیه، صرفا برای سرگرمیه، ولی خب حتما میزنیمش. و با برگشت شاه اتفاقی که افتاد، امریکا نفوذش در ایران به 13% رسید. این بده، ولی خب استابیلیتیمونم به 73% رسیده که این عالیه و اوزا خوبه. و از اون ورم بچه ها، الان هست که فوکسمون انجام بشه و مطمئنم بن که نمیشن احزاب، خب بن نمیشن، ولی کم کم شروع میشه به کم شدن از قدرتشون روز به روز، که این هم از اینو. الان بعد رندوم یه سری از این فوکس ها رو انجام بدیم تا بیایم برسیم به ادامه نواب صفوی و از این ور The Progressive شاه و دیگه. عرضم به حضورتون که جلوتر هم به قدرت دادن به زنان و دیگه میایم جلوتر چی میشه، لند ریفورم، اصلاحات ارضی رو انجام میدیم و در نهایت همینو میایم جلو دیگه. در حال حاضر یعنی اتفاق چندان عجیب و غریبی قرار نیست تا اینجای کار بیفته، یعنی این فوکسای گل اون اینجا داریم تقریبا همشون ریسرچ های به نسبت اوکیه، تاثیر چندانی قرار نیست داشته باشن، ولی ما میزنیم از اینفلوئنس امریکا در کشور کم بشه و ریسرچ هامون هم که دارن انجام میشن، کانستراکشن هامون هم همینطور، پروتکشن هامون هم همینطور. ولی آن بچه به نظر من باید بازی های کم ول کنیم تا این بازی بره جلوتر، تا ببینیم چه کارایی میتونیم انجام بدیم. ولی خب بچه ها، الان وقت این میرسه که فوکس دیگه هم بزنیم انجام بشه و یه سری اتفاقا در دنیا داره میفته که اصلا اهمیتی نداره. و الان وقت اینه که بریم سراغ قدرتمند کردن ارتشمون. الان توی ارتش یگانهای مختلفی داریم که حالا من زیاد نمیشناسمشون، نمیدونم کی به کیه، گرافیک بازی هم یکم ریدن توش، نمیدونم واقعا اصلا جریانش از چه قراره، ولی اینو میدونم الان میتونیم بریم سراغ ساخت سرباز. سربازی که ما الان میتونیم بسازیم بچه، سربازیه که میتونه ماشین داشته باشه، میتونه اسلحه داشته باشه، تمام، هیچ چیز دیگه ای نمیتونه داشته باشه. یه سری آنتی ایرگان هم داریم، یه سری تانک هم داریم، ولی کمن، خیلی کمن، نمیشه زیاد روشون حساب باز کرد. پس تنها سربازی که بچه میتونیم داشته باشیم سرباز ساده است، فقط اسلحه و ماشین، که خب این هم خوب نیست. من واقعا دلم میخواد توی این پارت یه کاری برای ارتشمون بکنم، ولی توانشو ندارم، میدونید واقعا توانشو ندارم. اصولا باید این کارخونه مردمی ها ساخته بشن تا بعدش بریم سراغ ساخت کارخونه نظامی، تا بعدش تولیدات نظامیمون رو افزایش بدیم، تا بعدش به جایی برسیم که بتونیم نیروهای خفن‌تر بسازیم. تا اون زمان تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک سری اصلاحات سیاسی در کشور انجام بدیم. و بله بچه‌ها، یه اسم جدید هم به احزابی که در اپوزیسیون ما قرار داشتن اضافه شد، با پارتی ایدئولوژی شیعه اسلامی و پارتی لیدرش هم که روح الله خمینیه و در حال حاضر 10% فقط در جامعه محبوبیت داره. ولی باید بریم جلو تا ببینیم در آینده قراره که چه اتفاقی بیفته. همونطور که گفتم بچه، ما توی این ماد داریم مسیر تاریخ رو طی میکنیم، یعنی من تا این لحظه بچه بعد از این همه پارتی که گذاشتم هنوز توان این رو نداشتم که یک حرکت فراتر از تاریخ انجام بدم. البته میتونستیم مسیر کشور رو عوض کنیم، ولی خب در نهایت میرفت ختم میشد به کمونیسم و اینجور قضایی که خب ما
اونو نمیدونم. و خب برای فرار از اون موضوع وارد این فاز و این حالت شدیم که حالا بریم جلو ببینیم چه اتفاقایی دیگه قرار برامون بیفته. ولی در حال حاضر من اوضاع مملکت رو خوب میبینم. استابیلیتی 82%، وار ساپورت 100%، 85,000 نفر منپاور، 25 کارخونه، سوخت فول، لوجستیک فول و خوبه اوضاع. اوضاع از هر لحاظ خوبه. ولی سی پی مون بچه مکس شده که من سر این موضوع یه سری کاماندر جدید هم میخرم تا این سی پی کم بشه. فوکسمون هم که انجام شد سری بیایم سراغ یه فوکس دیگه که این فوکس ها خوبن ها. اینم انجام بدیم استابیلیتیمون میرسه به 100%. نایس. واقعا بچه توی مسیر خیلی خوبی داریم حرکت میکنیم. مسیر خیلی خوب. ولی از اون ور بچه مجبوریم یک مقدار دیگه هم از اینفلوئنس آمریکا در کشور کم بکنیم. و دیگه جونم واسهتون بگه که رئیس جمهور آمریکا هم فکر کنم رفت پاکستان ها. د پاق بغداد پکت ها. چیه؟ چی کار داره میکنی؟ دن سرویس ها. ای کاش میدونستم چه اتفاقی داره میفته. ولی استابیلیتیمون رسید به 97% که دیگه فوق‌العاده است. بهتر از این نمیتونست بشه. و اینو هم اگه انجام بابا خفش بابا بی تربیته. میگفتم اینو هم اگه انجام بدیم 5% کانسترکشن سپید میگیریم و یک مقدارم تولیداتمون افزایش پیدا میکنه که نایس. Let's go. بزنید بریم تا انجامش بدیم. ولی من خیلی دلم میخواد بچه به یه حدی برسیم تا یک مقدار کانسترکشن هامون با سرعت بیشتری انجام بشن و The Hungarian Tragedy یا تراژدی مسئله این است. هانگریان ها دارن انقلاب میکنن بچه ها. هانگری ها کی بودن؟ هانگریان ها یه سری مردمان گرسنن دیگه. خب حالا یه کشوری تشکیل دادن به اسم هانگری. خیلی حرفه ها، از بس گرسنه بودن که اسم کشورشون هم گذاشتن هانگری. حالا این کشورشون کجاست؟ اینجاست. توی هانگری دارن انقلاب میکنن این دن سرویس ها که بکنن آقا بکنن، دشواری نداریم بکنن. ولی من بچه خیلی دلم میخواد فروپاشی شوروی رو ببینم. وای خیلی دلم میخواد بچه رو ببینمش. یعنی انقدر دلم میخواد فروپاشی شوروی رو ببینم که اصلا حد نداره. ببینید برنامه ها دارم. شوروی که از هم بپاشه چه اتفاقی میفته؟ آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکمنستان، یه عالمه کشور اینجا به وجود میاد. یک به یکیشونو میزنم. یعنی همون روز استقلالشون من میگیرم، حمله میکنم میگیرمشون. یعنی اجازه نمیدم یک روز برای خودشون مستقل باشن. این پلانیه که بچه‌ها من برای این کشورا دارم و بیشک هم قراره که انجامش بدم. ولی خب تا فروپاشی شوروی خیلی مونده. تا اون زمان هر طوری که هست باید مراقب خودمون باشیم، خودمون فرو نپاشیم. حالا شوروی زیاد مهم نیست. فوکسمون هم که انجام شد بچه‌ها و بریم برای فوکس بعدی که نایس. 2% بیس استابیلیتی، 100% پولیتیکال پاور و در نهایت 5% محبوبیت حزب پادشاهی رو در کشور میبره بالا که این خوبه. ولی بچه چیزی که برام توی بازی خیلی جذابه اینه که اگر خودمون میخواستیم به سمت انقلاب اسلامی حرکت کنیم نمیتونستیم. این بخش رو بازی برامون گذاشته ها. خب این بخش هست. ولی اون چیزی که این بخش ما رو بهش میرسونه در نهایت پادشاهی اسلامیه. فرقش اینجاست. اوکی، یعنی اگر خودمونم بخوایم به سمت اسلام حرکت بکنیم، خب خودمون حرکت کردیم دیگه. در نهایت چیزی که به وجود میاد پادشاهی اسلامیه. اوکی، هیچ بخش دیگه ای هم برای رسیدن به انقلاب اسلامی نیست. یعنی چی بچه؟ یعنی این اتفاق قراره که جدا از توان ما، یعنی ما در این موضوع اختیاری نداریم. ما باید بازیمونو بکنیم تا زمان انقلاب برسه و ببینیم چه اتفاقی میفته. بازی از این لحاظ به همون اختیاری نمیده. ولی دخل و خرج رو بچه من یه چکی بکنم که اوضاع خوبه. دخل و خرج با هم میخونه. 32 تا در میاریم، 31 خرج میکنیم. استابیلیتیمون هم رسید به 99% که عالیه و بریم برای دیسمیس کردن آقای زاهدی. حیف این اشخاص رو بچه زیاد من نمیشناسم. کاش میشناختم. اسمش رو هم اولین باره که میشنوم. ببینم لیدر حزبی چیزی هست این آقای زاهدی که نه. حالا بریم دیسمیسش کنیم ببینیم چی میشه و هی هم داره در دنیا اتفاقای مختلف میفته که اهمیتی نداره و سوویت در چه حاله؟ سوویت عزیز دل، همه چی خوب؟ همه چی زرجه شده داداش؟ سوویت داداش یکم سریعتر اقدام کن به فروپاشی و چرنوبیل و اینجور غذایه که بپاشی ایشالله از زمین محفشی من بیام
اون کشورایی که توت بودن رو بکشم، یکی دیگه هم جوین شد به سوویت. هاجی یه گورستونی به سوویت جوین شد، عجیبه. چین هم هنوز تبت رو نگرفته، این چین دهن سرویس هم که هنوز تبت رو نگرفته و ژاپن هم که اون وره و همه چی خوبه. یه فوکس دیگه هم داریم به اسم The Progressive شاه، که یعنی شاه ترقی خواه، و 5% استابیلیتی و اوف استابیلیتیمون دیگه 100 رو هم رد کرد بچه. اوضاع مملکت عالی. شما بگو یه دونه دشواره داشته باشیم، نداریم. چه دشواره نداریم، کارخونه همون هم یکی یکی دارن خدا رو شکر ساخته میشن. و بعد این دوتا به نظر من دیگه وقتش میرسه که بریم سراغ کارخونه های صنعتی تا یک مقدار بتونیم ارتش خودمون رو تقویت کنیم. اوضاع ارتشمون جالب نیست. تا اون زمان هم یک مقدار ریسرچ هامون رو میبریم جلوتر تا ببینیم چه اتفاقی برامون میفته. بیشتر هم بچه دارم ریسرچ های مربوط به نیروی زمینی رو انجام میدم تا تاکتیک های مختلف برامون باز بشه، تا جنگیدن نیروهامون بهتر بشه. اینا چیزهایی هستن که خیلی میتونن به کارمون بیان. پس سر این موضوع من فوکسم رو گذاشتم روی این موارد و نفوذ امریکا هم رسید به صفر و خیلی خوبه و محبوبیت پهلوی چه بد داره میره بالا. پشمام بچه ها، محبوبیت پهلوی رسیده به 77%، عجیب و غریبی داره میره بالا. ولی یک موضوع تاریخی و جلوتر باز ممکنه بیاد پایین، باز ممکنه با کله همینطوری که رفت بالا رو بیاد پایین. کل چیزی که من دارم احساس میکنم اینه که ما داریم مسیر تاریخ رو عیناً جلو میریم. ولی از اون ور بچه‌ها میخوام به مدیا یک مقدار آزادی بدم تا این 5% استابیلیتی که داره ازمون کم میکنه پاک بشه. الان دیگه ازمون استابیلیتی کم نمیکنه مدیا، خدا رو شکر. پولیتیکال پاور و وارساپورت هم تازه به همون میده که این خیلی خفنه. چیزی که خیلی خوبه بچه اینه که الان کاملا در مسیر پیشرفتیم. داریم یک مسیری رو طی میکنیم که 10 سال دیگه مطمئنن کشور ما تبدیل میشه به یک کشور ابرقدرت. یعنی احساس من دقیقا همینه بچه. ولی خب باید بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. در حال حاضر ارتش ضعیفی که داریم این از این، یعنی ارتشمون فوق العاده ضعیفه، ولی حداقلش اینه که داخل خود کشور اوضاع خوبه. و این هم از اعدام نواب صفوی. و بعد این مورد وقتی میرسه که بریم ساواک رو بسازیم. لتس گو، بریم برای احداث ساواک. به به. ولی واقعا بچه عاشق دیتیل این مود شدم، خیلی خوبه. من کلدوارو قدیما پلی داده بودم، انقدر کامل نبود برای ایران، ولی تو آپدیت های جدیدش خیلی خفن و کامل شده. یعنی ساواک داره پشمام. البته تایمی که ملانیوم داون هم پلی میدیم اونم کامله، اونم به نحوی میشه گفت کامله. و کانال سوئز چی شد واسه بینم؟ کانال سوئز افتاد دست مردم مصر. نایس. کانال سوئز تا قبل از این دست بریتانیا بود، ولی خب الان مصری ها اومدن و گرفتنش. خوبیه این که بچه الان ساواک داریم میدونین چیه؟ اینه که الان باید واقعا خود بازی، بخش جاسوسی بازی برامون باز بشه. چون ورژنی که ما داریم پلی میدیم خب آخرین ورژن بازیه دیگه، و بازی خودش هم بخش جاسوسی داره. و الان که ما ساواک داریم پس باید اون بخش برامون باز بشه، ولی چرا باز نمیشه؟ ولی خب چه میشه کرد؟ بریم برای فوکس بعدی و دادن حقوق به زنان. چرا که نه، 2% هم ریسرچ اسپید بهمون میگیره. و چرا که نه، 2% هم بهمون ریسرچ اسپید میده، ولی خب از افزایش جمعیت 5% کم میکنه، که این بده بچه. هر چقدر به زنان در جامعه قدرت داده بشه چی میشه؟ CEN تو ممبر واسا. یک لحظه به من فرصت بدید. اوکی، یهو پشمام ریخ بچه، فکر کردم ما رو بردن توی مجمع امنیت ملی، ولی نه، از این خبرها نیست. و ما الان CENTO ممبریم که سر شورت و پرت بهمون میده و ولی نمیدونم کیه الان. یعنی ما رسما دیگه عضو بلوک غربیم دیگه، این چون علامت بلوک غربه و الان فکر کنم رسما توشیم. و ساواک هم که از اینجا برامون فعال شده دیگه چیز خاصی اینجا نیست، و مدیا پالیسیمون هم داره چنج میشه به آرومی، که خیلی هم خوب بچه. این هم از حقوق زنان که اینجا هم اومد. و الان ایران جزو کشوراییه که میشه گفت داره از حقوق زنان دفاع میکنه، اون هم توی سال 1957. یعنی جز اولین کشورها میتونیم بگیم به حساب میاد. و اینجا رو بچه ها جنگ 5 روزه اسرائیل و مصر هم شروع شد.
این جنگ بچه اگه اشتباه نکنم یه جنگ 5 روزه بود دیگه نه؟ و هولی ترکیه چرا به سوریه حمله کرد؟ بریتانیان به مصر حمله کرد، مصرم داره اسرائیل هم داره مصر رو میزنه. چرا یهو اینطوری مدالیست به هم ریخت؟ ولی تا جایی که من میدونم این جنگ ها باید 5 روزه باشن. الان اسرائیل حمله کرده به صحرای سینا، این صحرا رو میگیره، این صحرا رو کاملا قراره که بگیره، مدیا پالیسیمون هم تصویب شد، ولی میگفتم صحرای سینا رو کامل میگیره، ولی بعدش سازمان ملل مجبورش میکنه پس بده به مصر، که خب این اتفاقیه که میفته. ولی ترکیه چی میگه تو سوریه؟ اوکی، جنگ 5 روزه اتفاق افتاد، همونطور هم که گفتم اینجا رو گرفت، سازمان ملل مجبورش کرد پس بده به خود مصر. الان ترکیه تو سوریه چی میگه؟ این هم تاریخیه یا نه؟ اگه از این مورد هم بچه اطلاع دارید حتما برام بنویسید، ولی این موضوع عجیبیه، این خیلی موضوع عجیبیه. شاید هم در آینده دوباره سوریه این مناطق رو از ترکیه پس بگیره، نمیدونم. ولی خب یهو ترکیه اومد سوریه رو گرفت، که این هم اصلا مهم نیست. و بریم برای اصلاحات ارضی. اصلاحات ارضی بچه جز اون طرح‌هایی بود که شاه به اجبار امریکا مجبور شد انجامش بده. البته نمیدونم دقیقاً توی همین سال انجامش داد یا عقب تر و جلوتر، زمانش رو دقیقا نمیدونم. ولی اصلاحات ارضی و پایان دادن به لندونری که در زمان شاه اتفاق افتاد کاملا به اجبار امریکا بود. چرا به اجبار امریکا بود؟ چون که مردم ایران کم کم داشتن به مردم سوویت نگاه میکردن و میگفتن خب اینا چه وضعشون خوبه، توی شوروی همه با هم برابرن، ولی توی مملکت ما اینطوری نیست. و دلیل این طرز تفکر هم چی بود؟ بچه‌ها حزب توده و احزاب کمونیستی اومدن روی مغز مردم کار میکردن که آره کمونیسم خوبه. حالا در هر صورت امریکا اومد روی شاه فشار آورد که آقا بیا به مردم زمین بده تا بکشن بیرون، تا برن بر خودشون کار بکنن، تا فقر و گرسنگی از بین بره، بلکه فکر کمونیسم خارج بشن و بیان بیرون، که با این کاری نداریم. ولی اینجا رو ببینید بچه‌ها، یونایتد عرب ریپابلیک تشکیل شد، یک اتحادی بین سوریه و مصر به وجود اومده که ثمره این اتحاد شده تشکیل شدن یک کشوری به این اسم، که جالبه. ولی خب بچه ها این مورد هم به پایان میرسه و اینجا ها دوباره برمیگرده. ولی تا اون زمان کاری که ما باید بکنیم اینه که یکی یکی فوکس هامون رو انجام بدیم و بریم جلو. چرا که نه؟ لند ریفورم هم بچه یک مقدار اوضاع مملکت رو بهتر کرد، خدا را شکر یک مقدار اوضاع بهتر شده. و الان 2000 تا پولیتیکال پاور مکس، من اینو کجا خرج کنم؟ من این پولیتیکال پاور ها رو کجا خرج کنم؟ نیازی نداریم که اصلا به خرج کردنش. ها؟ خواست رو بینم آی فرانسه بی پدر، من مگه به تو ملیتری اکسس دادم بی شرف؟ این بی پدر چجوری داره اینجا نیرو رد میکنه؟ این بی پدر چجوری داره از اینجا نیرو رد میکنه؟ من نمیدونم، این مملکت صاب نداره، بی صابه، بی در و پیکره. من دستم بهت پرسه که پارت میکنم داداش. من انتقام این کار رو از کشورت میگیرم، من انتقام این موضوع رو میگیرم دیگه. ببین که گفتم من شما رو پاره کنم. و نایس بچه، یه موضوع خیلی جالبی هم که الان توی این ماد دیدم اینه که پرچم هر کشور روی بازوی سربازاش هم هست. برای مثال سربازای ایران پرچم ایران رو روی بازوشون دارن، خیلی جالبه، خیلی خیلی جالبه. این آیه فرانسه هم که اینجا رو اتوبان کرده داره میره و میاد، من دارم از این موضوع فشار میخورم. ولی الان بچه با انجام دادن این فوکس میرسیم به کوروش کبیر و اینجور غذایا که نمیتونم دقیق ترنسلیت کنم، اینو معنی کنم واسه تون، ولی معنیش میدونید چی میشه؟ معنیش میشه همون اوکی کردن اون مقبره کوروش کبیر و تخت جمشید و اینجور غذایا برای مثلا ایونت های مختلف. نمیدونم چجوری بهتون بگم، مغزم متاسفانه نمیکشه اینو دقیق بتونم براتون معنی کنم، ولی همون میشه، تهش همون میشه. یالتون از این بابت راحت. و کانسترکشن همون ساخته شدن که نه؟ هنوز متاسفانه هنوز ساخته نشدن، ولی خب فوکس همون دارن انجام میشن، ریسرچ همون هم همینطور که انجام شدن. و الان باید بریم سراغ فوکس های جدید. من تقریبا بچه رندوم همه فوکس ها رو دارم انجام میدم، چون اینها در آینده قرار که به کارمون بیاد. ولی خب بچه، توی بازی رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به یک جای خیلی جذاب و جالب. اینجای بازی بچه وقتی اینه که یک تصمیم بزرگ بگیریم.
ما میتونیم بیایم دیکتاتور بازیامونو تموم بکنیم، مصدق رو آزاد بکنیم و در نهایت انتخابات راه بندازیم و بازی از همینجا تموم بشه. یعنی چی؟ یعنی خود مردم بیان پای صندوقای رای و کسی که میخوان رو انتخاب بکنن. ولی اگر به این سمت حرکت نکنیم، پس باید به این سمت حرکت کنیم که در نهایت یا تهران سقوط میکنه میفته دست شوروی، کمونیسم میاد روی کار، و یا تهران سقوط نمیکنه ولی بازم میفته دست کمونیستا. و یه گزینه دیگه هم داریم که باید بریم برای امریکا بمالیم بیاد بهمون یکم کمک کنه و اینا، که در نهایت هم فکر کنم باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم که این بده. ولی بچه اینجای بازی رو من واگذار میکنم به شماها. به کدوم سمت حرکت کنیم؟ به این سمت، به رای گیری آزاد، به انتخابات، و یا به این یکی سمت؟ انتخاب با شماست بچه ها. هر سمتی که شما بگید حرکت میکنیم و هیچ فوکس دیگه ایم به جز اونها نمیتونیم انجام بدیم. یعنی از این بابت خیالتون راحت باشه. به دوراهی رسیدیم که بچه خیلی دوراهی سختیه. یا باید شاه رو بذاریم کنار و انتخابات برگزار کنیم، یا باید شاه رو نذاریم کنار و بریم توی دل کمونیسم و جنگ با حزب توده و اینجور جریانات. در کل بچه انتخاب با شماست. هر کدوم را که شما بگید من انتخاب میکنم. و دیگه برای این پارت بهتر که به بخش نشنال فوکس دست نزنیم. ریسرچ هامون هم که در حال انجام من و کانسترکشن هامون هم که دارن ساخته میشن و پروڈکشن هامون هم همینطور. و در نهایت همه چی به نظر خوب میاد بچه ها. حتما بچه برای پارت بعدی توی کامنت های ایده بنویسید و بگید که دوست دارید چه اتفاقی بیفته. پارت بعدی دیگه میشه گفت پارت تموم شدن فوکس های ماست. خب فوکس های بازی که تموم بشه، به راحتی میتونیم بریم سراغ قوی تر کردن ارتش و رفتن سراغ جنگ. پس برای پارت بعدی حتما ایده بدید، چون به ایده هاتون خیلی نیاز دارم برای تصمیم گیری. و بنویسید که دوست دارید چه کاری انجام بدیم و در نهایت بنویسید که چه انتخابی رو از بخش فوکس بعد انجام بدیم. خیلی خیلی بچه دوستتون دارم. دم یک یکتون گرم و تا ویدیوهای بعدی. سی یو.